بسم الله الرحمن الرحيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدیه به پیشگاه با عظمت حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت مکرمش به ویژه آقای ما سید الشهدا علیه آلاف و تحیت و ثنا صلواتی و رحمت کن. عرض ادب به ساحت مقدس و مبارک امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین صلوات دیگری محبت کن. عرض ادب، ارادت، خاکساری، التجا، استغاثه به محضر مبارک حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفداء و عجل الله تعالی فرجه الشریف صلوات دیگری محبت کنید. اللهم صل یکی از اولین چیزهایی که به ذهنم میرسه محضر همه عزیزان عرض کنم اینه که برای بهرمند شدن از فیوضات الهی یکی از شروط اینه که آدم ملتفت بدهیش باش. گاهی ممکنه ما یه قدمی که بر می‌داریم، یه قطره اشکی که می‌ریزیم، یه قدری گرد و خاک به سرمون می‌نشینه، این رو تو ذهنمون چند بار فاکتور کنیم پای اهل بیت. و اگر کسی خیال میکنه تو این مسیر قدمی برداشته که طلبی پیدا کرده، خدا یا هدایتش کنه یا اون توفیق رو این شکلی بهش نده که مایه عجبش نشه. اولین قدم درستی مسیر اینه که ما حس بدهیمون زیاد بشه. هر کسی تو این مسیر راه رفته، بیش از بقیه به سختی افتاده، بدهکاریش بیشتر شده. من گاهی میبینم با هم که گفتگو میکنن بعضی سفر پیاده رو گویی برای فقراست تلقی میکنن. این رو نمیبینن که اون کسی که این توفیق رو نداره بیچاره است که این توفیق رو نداره. و اگر کسی این رو یه ضعفی تلقی میکنه که میخواد خلاصه نسبت به دیگران خیال کنه کاری کرده، مسیر رو برعکس رفته. ما هرچه محضر سیدالشهدا بیایم، هر نفسی که بزنیم، هر قطره اشکی که بریزیم، هر قدمی که برداریم، بدهکارتر شدیم. سر عبادت سنگین اهل بیت در محضر پروردگار هم همین حس بدهکاریه. وگرنه اهل بیت گناه نمی کردن که شب تا صبح زجه می زدن. این از فتوت و مردانگی و آقایی و کرمشون بود که در محضر پروردگار وقتی خیرات و برکات که دستشون بود و می دیدن بیشتر احساس شرم می کردند و بدهی. چون هر یک از اهل بیتو ببینید به ابتلاعاتی گرفتار شده به ظاهر که برای کمتر کسی این اتفاق افتاده. خروجیش یک کلام گله نیست. شما هرگز نمیبینید اهل بیت گله کنن، بلکه اون چه هست حس شکر و رضایت بدهیه. اینو اول جلسه عرض میکنم که فتح الفتوح عالم رو من نگاه حضرت زهرا سلام الله علیها میدونم. با همینم شروع میکنم. یه روز امیرالمومنین اومد خونه، اون روزای آخر دید زهرای مرضیه داره گریه میکنه. ما توسل میکنیم به اهل بیت، تو دعای توسل میگیم یا سیدنا و مولانا. ما به اونا اینطوری میگیم، به
حضرت زهرا میگیم یا سیدتنا و مولاتنا، ما اینطور میگیم. حضرت آمد خونه دید صدیقه طاهره گریه میکنه، منتها شرایطش طوری نبود که صداش دیگه در بیاد، گریه بی صدا داشت میکرد. دنیا رو سر امیرالمومنین خراب شد. آدم ذهنش هزار رام، کسی که همه عالم تکیه بر او دارن، یه روزی جلوی چشمش جسارت کردن، حالا بی بی در بستر افتاده، تو ذهنش رفت که دست مبارکش درد میکنه، بازوش درد میکنه، پهلو درد میکنه، دوید سرش به دامن گرفت، بعد عرض کرد یا سیدتی، عبارت رو ببینید، یا سیدتی ما یبکی، که برای چی گریه میکنی؟ صدیقه طاهره نگفت برای کدام دردم، بلکه دردها رو مخفی میکرد از امیرالمومنین. فقط فرمود ابکی لما تلقا بعدی، برای قربت تو بعد خودم گریه میکن. آدم اگر تو این مسیر یه وقتی خارم به چشمش، به پاش، به هر دردی، به سختی، به جایی میرسه، اینو بهتره به رفقاشم نگه. امیرالمومنین زخمهای احد از فاطمه مخفی کرد، فاطمه هم ضربات سیلیو از امیرالمومنین. حس بدهی هم داشتن. تا گفت یا سیدتی ما یبکی، که برای چی گریه میکنی؟ فرمود ابکی لما تلقا بعدی، برای قربت تو بعد خودم گریه میکنم. امیرالمومنین هم با این که جگرش سوخته بود، جوری که بعد از این که حضرت زهرا رو دفن کرد به قبرش که نگاه کرد، فرمود اما حزنی فسرمت، بهت بگم این جگر دیگه خنک نخواهد، اما لیلی فمسحت، من شب که بشه یاد نیمه تاریک صورت تو میافتم. مرحوم آیت الله قروی اصفهانی میگه و من سواد متن حسود دل فضا، کبودی تن تو باعث شد آسمان سیاه بشه. یا ساعد الله العلی المرتضی، خدا به داد علی برسه اون لحظه که باید تو رو غسلت بده. حضرت با این که تا آخر عمر جگرش پاره شد، تا آخر عمر، اون اواخر نزدیک شهادت، یه روز یکی اومد بهش فرمود که بهش گفتش که آقا شما مرد جنگی، خب محاسنت یه تیک سپید شده، خضاب کن، مستحب به که آثار ضعف فرمانده مسلمین نداشته باشه. فرمود من عزادارم. گفت اخیراً کسی از بنی هاشم از دنیا نرفته، خیال کرد یکی از بنی هاشم از دنیا رفته. امیرالمومنین 30 سال جگرش سوخت، اما به حضرت زهرا اینجور فرمود، تا حضرت فرمود که ابکی لما تلقا بعدی، برای قربت تو گریه میکنم، خواست دلشو آروم کنه، فرمود ان ذالک لحقیر عندی فی ذات الله، فاطمه جان چون خدا میبینه من راحت تحمل میکنم، برای من کوچکه. مسیر زندگی اهل بیت اینه که اگه کاری تو راه خدا بکنن، اصلا اینو نمیبینن، اگرم بخوان ازش اسم ببرن میگن حقیره، صغیره. این شیوه زندگیشونه، نوع نگاهشونه، و خدا روزی کنه تو این سفر ما یه رنگی از اونا بگیریم. اینی که اون بانوی بیبدیل زینت امیرالمومنین دست زیر بدن برد و عرض کرد اللهم تقبل منا هذا القلیل، یه حرف رسانه‌ای نخواست بزنه. وقتی اون ملعون ازل و ابد ناپاکزاده گفت کیف رأیت صنع الله به اخیک، دیدی خدا با بابات چه کار کرد؟ چون نگفت دیدی ما چه کار کردیم، کار اونا زشت بود، گفت دیدی خدا با داداشت چه کار کرد؟ فهمون ما رعینا الا جمیلا، ما جز زیبایی ندیدیم. این آمادگیش نبود، کسی خیال کنه نشسته بود یه جمله رو آماده کرده بود تو این جلسه بگه. از این جلسه مال فردای عاشوراه، تو اون شرایط کسی آمادگی ذهنی نداره بخواد چیزی بگه. این سلول سلول اون بی بی دو عالم بود که عالم رو این شکلی میدید که اگر حسین در راه خدا دادیم، اللهم تقبل منا هذا القلیل، من از این نگرانم، گاهی ما یه قدم اینجا ورداریم بعد آخر سر خیال کنیم کاری کردیم. اگر انصاف داشته باشیم، میبینیم در این رابطه ما با سید الشهدا ما یه طرفه خوردیم، فقط یه طرفه بردیم. این مسیری رو که امروز
لحظه ای ازش از موکب پذیرایی خالی نیست. یه روزی عشق چشم بچه هاش که از کربلا اینا رو تا نجف آوردن، جز گریه بی صدای بچه هاشون اجازه گریه با صدا هم نمیدادن، میزدن. جز گریه بچه هاش پذیرایی توی این مسیر نبود. ما حالا اومدیم تو این مسیر قرار گرفتیم. در این شراکت ما، نسبت ما با سیدالشهدا، آنچه بوده یه طرف ما بردیم، ما کاری نکردیم. و اگر خدا نعوذ بالله ما رو این حس بدهکاری رو در ما ایجاد نکنه، ما دو سرباخ شدیم. پناه بر خدا. اولین قدم اینه که هر کسی در جلسه سیدالشهدا، در زیارت سیدالشهدا، در این مسیر پرتوفیق‌تر، بدهکارتره. کسی کاری نکرده. الحمدلله کرونا اومد همه ما رو از توهم در آورد بیرون که سیدالشهدا هیچ به ما نیازی نداره. ما همه گرفتار او هستیم. ما همه بدهکار و فقیر درگاه او هستیم. پرچم سیدالشهدا رو خدا بلند کرده. هر جای امام حسین رو میشناسن دکانش از خدا پر رونق تره. کسی که با خدا معامله کرده در راه خدا، به ماها نیازی نداره که یه وقت بخوایم قیافه بگیریم. نعوذ بالله. خدا روزی کنه که هر یه قدمی که برداریم اینجا سرفگنده تر میشیم، خجالت زده تر. ما تو این مسیر جز این که بهره ببریم کاری نکردیم. او بوده که دختران آفتاب مهتاب ندیده رو تا شام به اسارت فرستاده تا این مسیر باز بشه برای ما. او برای هدایت ما خیلی سرمایه گذاری کرده. سرمایه سنگین هم داده. تا کسی دختردار نباشه متوجه نمیشه سیدالشهدا چه مرامی برای هدایت دیگران گذاشته. در یه روایت از امام صادق هست که یه جایی، من ماحصلش رو عرض میکنم، که فرش زیر پای بچه های ما بال ملائکه است. حالا ماحصلش رو عرض میکنم. دخترهای نازپروردهی که باباشون ربیع ایتام، بهار یتیمانه، تجربه ترسیدن نداشتن، تجربه نگاه آلوده نداشتن، تجربه در تیررس نگاه خیره کسی قرار گرفتن نداشتن. سیدالشهدا صلوات الله علیه برای اینکه مسیر هدایت باز کنه اینا رو آورده تو مسیر. ما حالا یه قدمی ورداریم، که ورداریم و ور نداریم، این مسیر به جمع ما هیچ ربطی نداره. انقدر رونق الحمدلله داره که یکی مثل من توهم نکنه بود و نبود من اثری داره. و خدا ما رو جز کسانی قرار بده که به خودمون ملتفت باشیم که چیزی برای عرضه کردن نداریم محضر سیدالشهدا. همینی که ما رو هم بین خیلی عشاق، که من خودم رو عرض میکنم خجالت میکشم بعضی اسامی رو خودم بذارم، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله ناصری، و خجالت میکشم بگم زائرم اصلا. اولین قدم اینه که ظاهر باید توجه کنه به این که خیلی سیدالشهدا در این مسیر یه طرف مایه گذاشته. اگر حس بدهکاری نداره باید به خود یه مشورتی با یه ربانی بگیره، بگه من چمه که گیج شدم. نکته دوم قبل از این که وارد بحث بشم اینی که شما هرچی در این مسیر تناول کنید، میل کنید، نوش جان شما، گوارای وجود شما، کمال اون خوراکی ها ایناییست که شما میخورید. اما خدا روزی کنه هر زائری دقائقی رو در روز بی توجه به کنار جاده، با توجه به مزور پشت سر امیرالمومنین پیش رو سیدالشهدا حرکت کنه. یه دقائقی رو در این سفر در روز توجه کنیم به این که شاید امام زمان ارواحنا فدا هم همگام شدیم، جلوتر یا کنار ما داره حرکت میکنه، و توجه به مزور یعنی سیدالشهدا داشته باشیم. فقط زمانی که میخواید میل کنید، نیاز به پذیرایی دارید، گرسنه اید، میخواید نوش جان کنید، نزدیک سمت راست جاده قرار بگیرید.
یه دقایقی در روز با سمت چپ حرکت کردن، بی توجه حرکت کردن به اون چیزها، توجه به حضرت بکنید. من دلم نمیاد کل روایت امام صادق رو بخونم که یه وقتی زهر بشه سفر برای شما. نوش جانتون هرچی میل میکنید و میترسم سید الشهدا به من بگه برای چی با این روایت کامل مهمانای منو تلخ کردی. نمیخوام کامتون رو تلخ کنم، خدا منو جز نوکرای شما قرار بده. اما همینقدر بهتون عرض میکنم، امام صادق فرمود که شنیدم کربلا میرید، همینجور که دارید حرکت میکنید، حالا من جزئیاتشو نمیگم شما رو به زحمت نندازم، به قضا هم مثلا زیاد فکر میکنید. بعد فرمود اگر اینطوری میری نری بهتره. من بعد فرمود اینو بدون، ظاهرن به ابو بصیر فرمود اینو بدون که جد ما رو وقتی کشتن هم تشنه بودم گرسنه بود. ظاهر خوب دقائقی یه ساعتی در روز و بی توجه به بقیه ی اطعمه و اشربه و گفتگوه با دوستان، تو همین آرام آرام و ساکت حرکت کردن و تفکر و این که تو با ما چه کار کردی. مرحله سوم اینه، من خودم رو عرض میکنم که به شما جسارت نباشه، بسیاری از عبادات خیرات و برکات هست که وقتی از من فوت میشه من اصلا قصه نمیخورم متاسفانه. نماز شب از من فوت میشه، صبح بلند میشم عادیم، هر روز اینجوریه، تکراریه، نعوذ بالله. بسیاری از عبادات هست، ایام خاص، تلاوت قرآن، ذکرهای فراوان، نمازهای مستحبی، من مثل شما نیستم، از اینا زیاد بهره نمیبرم، کم توفیقم، آرامشم دارم، دلمم نمیسوزه. اما اگر قبل از این که بخوام بیام کربلا یهو بگن آ بلیط به هم خورده، این سفر محروم شدیم، من نسبت به این یکی فضیلت حساسم. از چند ماه قبل دعا میگن دعا کن، میگن اربعینمون رو دعا کنید. اومدیم تو سفر وسط این اربعین، برای اربعین سال بعدمون دعا میکنیم. این مال اشتیاق ما به کار خیر نیست، این لطف سید الشهداست که دلهای من بیچاره رو هم، دل من رو هم با شما همراه کرده. تنها جایی که ما از فوت شدن یک عبادت نگرانیم، برخلاف اولیای خدا که داشتیم در بین اولیای خدا کسی نماز شبش قضا شده انقدر حالش بد شده دو روز حال نداشته با کسی حرف بزنه، من که اونطوری نیستم. اما حسین جان تو یه کاری کردی که ما از چند ماه قبل از اینکه اربعین بخواد شروع بشه و فضاش فراهم بشه دلمون نگران اربعینه، وسط اربعینم برای سال بعد فکر میکنیم، اما وارد این وادی که میشیم عزیزان من، شیطان با آدمی که از مرحله پرته که کار نداره، او که داره کارشو میکنه، همینی که شیطان بتونه حواس منو تو روز یا شب تو این پیاده روی که به ما اگر میگفتن یه روزی دلت میخواد امام زمانو ببینی باهاش همگام بشی چی میگفتیم؟ شک نیست که این پیاده روی به سمت سید الشهدا سلام الله علیه حرکت کردن و همگام شدن با امام زمانه. اینو با حرفای نمیدونم فلان حزب و فلان گروه و فلان اختلاف و بعد بریم چی بخوریم و عمر ما تلف میشه تو این سفر، فرصتمون میگذره. این فرصتی که خدا تو این چند سال اخیر به ماها عطا کرده در طول تاریخ همچین فرصتهایی نبوده. اگر میومدن زیارت میترسیدن از ناامنی جاده، میترسیدن از این که یهودیان بیان راهو ببندن، به خطر بندازن. پذیرایی در کار نبوده. گاهی شبانه و مخفیانه حرکت میکردن، نه شبانه مثل الان که شبش مثل روز روشنه و پر از جمعیت، شبش از روز پر جمعیت تر. این فرصت رو خدا به نسل ما داده و معلوم نیست تا کی هم این فرصت هست.
پناه میبریم به خدا از این فرصت سوزی، پناه میبرم به خدا از این که روز قیامت حسرت اربعین امسالمو بخورم. بگه تو سفر حرکت کردی، چند روز را اومدی، چند صد یا چند هزار ثانیه فرصت داشتی، توجه به امام زمان نکردی. این مسیر برای اینکه این مسیر باز بشه، دخترای سیدالشهدا از کربلا تا نجف و شام زجه زدن تا یه رای باز بشه برای اینکه من و شما بیایم اینجا حرکت کنیم، فرصت کنیم. خدا به همه شما توفیق بده که این سفر اربعین امسالتون نقطه عطف باشه، هر ثانیهش توجه باشه، حضور باشه. حالا یه جمله عرض میکنم و خیلی بنا ندارم سر شما رو درد بیارم. ببینید عزیزان، خیلی ها تو خیمه سیدالشهدا آمدن، یه بار اومدن پرواز کردن. بعضی هارم که ما تو سرشون میزنیم تو تاریخ هی لعن و نفرینشون میکنیم، یک بار فرصت داشتن تو خیمه حضرت بیان و این یه بار رو قدر ندونستن. عبیدالله حر جوفی رو سیدالشهدا صدای زد نیومد. حضرت علی اکبر رو فرستاد تو برو دعوتش کن، نیومد، حتی جسارت کرد. بعد حضرت خودش تشریف برد، اول جسارت کرد، دلم نمیاد بگم چه گفت. بعد که دید حضرت جلو خیمه وایساده خجالت کشید، عرب نوعا مهمان نوازه، گفت بفرمایید تو. حضرت یه نگاهی به عبیدالله حر جوفی کرد. اینو میگم برای این که وقتی حضرت به عبیدالله حر جوفی گفته، حتما به زائر وسط راه خواهد گفت، بهترش هم خواهد گفت. حضرت نگاهی به عبیدالله کرد، فرمود ایها الرجل انک لمذنب خاطئ، خیلی غرق گناهی، پروندت سنگینه. او شیعه هم نبود تا من میتونم کاری کنم که شفاعت جدمو تضمین کنم. شفاعت جدمو تضمین کنم به چه معنا؟ به این معنا نه که تو هر کاری دلت میخواد بکن، پارتی بازی من درستت میکنم. شفاعت جدمو یعنی چی تضمین میکنم؟ یعنی من تو رو آدمت میکنم، اگر تو هم را بشی کاری میکنم که قیامت استحقاق شفاعت جدمو پیدا کنی. او البته بیادبی کرد، گفتش که فعلا من قصد مردن ندارم. معاصنتون خیلی خوش رنگه، جسارت کرد. گفت خضاب کردی یا رنگ طبیعیش اینه؟ حضرت دارن که ببینه کورسوی امید تو این هست یا نه، اشاره کردن، فرمودن الشیب و الینا بنی هاشمن یعجل، یه بلایی کودکی ما سر ما آوردن، ما زود پیر شدیم. ولی عبیدالله رجوفی توجه نکرد، گفت حالا میخوای شمشیرم رو بدم، اسبم رو بدم؟ حضرت فرمود ما کنتم. من این جمله اگر به من بگن کل ماجرای سیدالشهدا بشارت آمیزترین جمله، دلانگیزترین جمله، امید بخشترین جملهش چیه؟ برای من این جمله است که فرمود ما کنتم متخذ المضلین عضدا. آیه قرآن خون، مضل یعنی گمراه کننده، نه گمراه. گمراه یه آدمی گمراه، خدا هدایتش میکنه، مضل دیگران رو گمراه میکنه. حضرت همون ما کنتم متخذ المضلین عضدا، من از مضل گمراه کننده که کمک نمیخوام، اینو اومده بودم دست تو بگیرم. من وقتی میبینم سیدالشهدا صلوات الله علیه تو خیمش، یه لحظه در کنارش عبیدالله حر جوفی که مضل حضرت او رو دعوت میکنه، اولا امید پیدا میکنم میخواد من رو هم دعوت کنه، ثانیاً عبیدالله حر جوفی یه بار در خیمه حضرت حاضر شد، 1400 سال به عنوان یه فرصت سوز بدبخت از او اسم برده میشه، بهش بیچاره بیچاره گفته میشه. پناه میبرم به خدا از اون روزی که این همه از اول محرم تا حالا قریب به 45 روز ما تو خیمه سیدالشهداییم، لباس عزای حضرت تنمونه، یه فرصت عظیم این برای ما. و پناه بر خدا از اون روزی که این محرم و سفر تمام بشه، مردم منو نگاه کنن بگن تو چه بهره‌ای بردی. پناه میبرم به خدا از اینکه حالم شبیه حال عبیدالله حر جوفی بشه. کسانی بودن این آقا، یه بار تو خیمه حضرت آمدن ولی زیر و رو شدن. این عنایت سیدالشهدا است. اگر کسی
حالا اشاره به یکیش خواهم کرد. اگر کسی توجه داشته باشه مسیر حضرت، توان حضرت ممکنه شامل حال ما هم بشه که ما رو تکون بده، جا به جا کنه. خدا انشاءالله ما رو قدردان شهدا قرار بده. تو این مسیر که داریم میایم به یاد پدر و مادر و اونایی که نتونستن و شهدا بودن، اهل بیت بعدشون میاد از لعامت طبع، از پست فطرتی. ببینن آدم وقتی داره توی این مسیر حرکت میکنه، چهار تا آدم هم یادشه، میگه شهدای بودن، جون دادن، خون دادن، از بچه هاشون گذشتن که ما بیایم اینجا، ما هم قدم ها رو به یاد اونا برداریم. شهدا محبوب سید و شهدان، چه بسا امام نگاه کن. یه نفر بود آقا، یه بار اومد تو خیمه حضرت، عاشقانه ترین جمله تاریخ از نظر من گفته. اگه به من بگن از کلام غیر معصومین چه جمله ای رو باید بر تارک عرش نوشت، من اینو میدونم و هنر سید الشهداست. یه مقدمه باید بگم تا بتونم این جمله رو معنا کنم. یعنی همین یک باری که، نه این جلسه خاص، هر جا به نام نامی سید الشهدا عده ای از محبان دور هم جمع شدن، یک فرصت پروازه. وای به حال من اگه از این فرصت فکر کار دیگه بکنه. ما آدم ها بیچاره جاودانگی هستیم. همین عزیزانی که الان دوربین دستشونه، با موبایلشون عکس میگیرن، فیلم میگیرن، دنبال ثبت این ماجران، های ماجرا چیزی هم نیست، میخوان ثبتش کنن. ما ها دلمون میخواد بمونیم، ما بیچاره موندنیم. جذابیت جاودانگی برای ما زیاده. برای جدمون آدم ابوالبشر هم زیاد بود. اینی که ما خیلی از اوقات مسیر نجف کربلا رو، اوقات معنویش رو گرفتار این هستیم که از خودمون و دیگران فیلم بگیریم، کم توجهیم. حالا یکی کارشه، یکی به یه جهتی، یکی به یه غرض اوغلایی انجام میده. نمیخوام تخطئه کنم هر کی هر کاری میکنه رو، نوعشو دارم عرض میکنم. این مال اینه که ما دلمون میخواد بمونه، بعدن بهش نگاه کنیم، موندگار بشه، این صحنه از بین نره. ما موندگاری رو دوست داریم، خدا در ما قرار داده ما موندگاری رو دوست بداریم، که قیامت رو دوست بداریم، جاودانگی رو دوست بداریم. اگر ابلیس اومده بود، حالا خلاصه میکنم، نمیخوام طولانی کنم، وگرنه مفصل بود، اگر ابلیس اومده بود هر وعده‌ای به حضرت آدم داده بود، حضرت آدم گوش نمی‌کرد اصلا، یه مشتم تو صورتش می‌زد. اما قرآن می‌فرماد اون جایی که خدا بهش فرمود این دشمن آشکار شماست، دو نفره، بعد اومد گفتش که هل ادلک علی شجرة الخلد، به آدم گفت می‌خوای درخت جاودانگی رو بهت نشون بدم، و ملک لا یبلا، یا حکومتی که پوسیده نمیشه، از بین نمیره. این از انبه و سیب و موز دنیا نبود، چون گفت میخوای درخت جاودانگی رو نشونت بدم، حضرت آدم در اون نشئه ای که امر و نهی شرعی هم توش نبود، با همه وجود گفت میخوام. تا گفت جاودانگی، آدم رو تکون داد. نوع ما که بچه های حضرت آدمیم بیچاره جاودانگی هستیم. جذابیت بهش در خلودشه، خلود یعنی جاودانگی. آدم هرچه شد لغزشگاهش، هل ادلک علی شجرة الخلد، قرآن میفرماد درخت جاودانگی زدش زمین. حالا شما نگاه کنید، یه آقایی بود با سید الشهدا خیلی همراه نبود، پیغام دادن بیا ببینیمت، نمیخواست بره. همسرش گفت پسر پیغمبره ها، قیامت اگر پیغمبر گفتش که این نوه من که رو دوش من بود همیشه، میدیدی من دوستش دارم، تو رو صدا زد جوابشم ندادی، حالا برو ببین چی میگه، فوقش قبول نمی کنی. این آمد محضر سید الشهدا صلوات الله علیه. حضرت یاد خاطره او رو انداخت، این فهمید، توبه کرد. من خاطره رو میگم ولی معلومه که نقطه عروج او یه جای دیگه است. زهیر اومد به حضرت سید الشهدا، وقتی اومد بیرون به زنش گفتش که من تو رو طلاق دادم که بعد از من اسیرت نکنن، همه اموالم به تو بخشیدم، خداحافظ.
دورو بری و بهش گفتن چی شد تو اصلا نمیخواستی بری تو خیمه؟ یه خاطره ای گفت که معلوم شد وقتی حقیقت رو فهمیده توبه کرده. همه عظمت زهیر توبه است. منتها سید الشهدا یه کاری کرده که الان توضیح میدم. گفتش که بله، ما در قفقاز امروزی در فتح بلنجر با سلمان باهلی بودیم، جنگیدیم و پیروز شدیم، یا عالم هم طلا غنیمتمون شد، خیلی خوشحال بودیم. آدم میره جنگ فکر میکنه کشته میشه، حالا یه کیسه طلا هم گیرش اومده. سلمان باهلی گفت خیلی خوشحالی؟ گفتم خیلی، هم جنگیدیم هم پول دستمون رسید. گفتش که من از پیغمبر شنیدم غنیمت مال اون کسایی است که دم و غنیمت میشمرن، وقتی حسین من قیام میکنه به اون میپیونده. این تو ذهن زهیر در بلنجر قفقاز بود، یادش رفته بود. حالا با سید الشهدای خونم میونهشون رو شبهاتی که بنی امیه میکرد فاصله افتاده بود، حتی به قولی خیمه رو جایی که حضرت میزد نمیزد. شبیه ماجرای زبیر که امیرالمومنین تو جمل صداش کرد و یاد روایت پیغمبر انداختش، سید الشهدا هم زهیر رو یاد این روایت انداخت. خاطره یادت با سلمان باهلی بودی؟ گفتش که غنیمت مال اون کسانی است که حسینم رو یاری کنن. آقا این زهیر فهمید که مسیر خطاست. فرق زهیر و زبیر در توبه است. زبیر توبه نکرد، زهیر توبه کرد. زهیر توبه کرد، هدایت اختیاریه، اما باقیشو سید الشهدا انجام داد. زهیر توبه کرد. زهیر کلاس عرفان که نرفت تو چند روز، توبه کرد، برکت و سید الشهدا داد. زهیر توبه کرد، سید الشهدا دلشو برد. یه جمله ای گفته این زهیر که یقیناً وقتی توبه کرده سید الشهدا به او یه نگاه کرده که همچین حرفی زده. و وقتی دید که سید الشهدا یارانش همه رفتن بعد از خبر شهادت مسلم ابن عقیل، تنهای تنهاست، دو سه تا از یارا بلند شدن دلداری به بقیه بدن. یکی مسلم ابن اوسجه است، گفتش که حسین جان ما مدیون توییم، ما بدهکار توییم، اجازه دادی ما همراه تو بیایم، ما این فرصت رو قدر میدونیم، ما با بصیرت اومدیم سراغ تو. هر کسی جمله این گفت. زیباترین جمله رو حبیب مسلم ابن اوسجه که 50 سال در محضر سید الشهدا بودن نگفتن. اون کسی گفت که یه بار تو جلسه سید الشهدا شرکت کرد، حضرت یه نگاهش کرد. این مسیری که ما حرکت میکنیم، ما هم باید بگیم حسین جان یه نگاه هم به ما بکن، ما هم به سمت که تو که داریم میایم، همینجور که داریم میریم یا محسن ای اهل احسان قد اتا کل مسی، گناهکار داره به سمتت میاد دیگه. همیشه اینو میشه گفت این ایام، بیش بهتر آدم بگه که ضیف که به بابک، مهمان در خانت اومده، عبید که به فنائک، بنده روسیاه تو آمده به درگاهت، مسکین و کب بابک، هیچی جز تو ندارم تو این دنیا. این فرصتی که ما بریم چی بگیم این مسیر رو حرکت میکنیم، یه روز دیگه، دو روز دیگه، سه روز دیگه فرصت ما تمام شده و بعدا حسرتشو میخوریم. زهیر دید که یکی یکی بلند شدن، مسلم نوسجه و حبیب و اینا اعلام همراهی و وفا کردن، بلند شد یه عبارت عجیبی گفت. عجیبه عبارت، اون چیزی که باهاش ابلیس لعین آدم ابوالبشر رو تکون داد، یعنی خلود. گفت حسین جان اگر به من بگن در این دنیا جاودانه‌ای، خالدی با همه نعماتش، نعماتش یعنی زن و بچه هم، نعماتش یعنی هرچی، و فقط برای یاری تو من رو از این دنیا جدا میکنن، اگر من در این دنیا باشم حساب کتاب قیامت ندارم، جاودانه در این دنیا در نعمت زندگی میکنم، به من بگن جاودانه ای و فقط این خلود و وقتی از تو میگیریم که حسین رو یاری کنی، من خلود و فدای سر تو میکنم و مرگ در راه تو رو به خلود در نعمات ترجیح میدم. حسین جان من تو رو نمیخوام برای اینکه آبانونم رو درست کنی، من تو رو میخوام برای خودت،
شیخ عبدالحسین اعصم اینو بگم وارد روزه بشم. معروف بین عراقی ها که میگن این قصیده رو امیرالمومنین نظر کرده و امام زمان میگه ابکی که عینی لا لأجل مثوبتن، حسین جان من برات گریه میکنم ولی نه برا ثوابش، لکن نما عینی لأجل که باکیه، چشمم برای خود تو گریه میکنه. ما گریه نمیکنیم چیزی گیرمون بیاد، گریه میکنیم به اون لحظه ای که به تو بیادبی کردن، جلو بچه هاد آب گرفتن رو زمین ریختن. تبکی که عینی لا لأجل مثوبتن لکن نما عینی لأجل که باکیه، حسین جان رهاورد سفر ما رو در این سفر این قرار بده که ما تو این سفر جز تو چیزی دیگه از تو نخواهیم. واقعا حیفه که قیامت ببینیم یه عده محوتون نشستن، ما منتظر حساب کتابیم، دلمون میخواد جز اون کسانی باشیم که ما رو زورکی باید بهشت ببرن ولی دوست داریم تو رو نگاه کنیم. هر که تو این مسیر هر چه غیر از اهل بیت بخواد ضرر کرده، کم فروخته. لا تشترو به آیات الله ثمنن قلیلا، آیات خدا رو مفت نفروشید. حالا وارد روزه میخوام بشم. این روزه رو که میخوام خدمت شما بخونم یه قدری سنگینه، استخاره کردم بخونم خوب اومد. میگم یه مقدمه باید عرض کنم، اینو تو بعضی وقتا روزه رو شما باید بشنوید تو مسیر که حرکت میکنید بهش فکر کنید. این روزه رو امیرالمومنین خونده. قبلش یه مقدمه عرض میکنم، مقدمه رو باید توجه کنید چون روم نمیشه موقعی که دارم وارد روزه میشم ترجمهش کنم، خجالت میکشم از امیرالمومنین. عرب جاهلی یه خصیصه بسیار زشت وقیحی داشت، با کسی اگر بد بود یا خودشو میدزدید یا زن و بچه‌شو. قرآن دوبار به این اشاره کرده، میفرماد تخافون ان یتخطفکم الناس. این عبارت تو ذهنتون باشه، اینجا ترجمه میکنم، تو روزه روم نمیشه بازش کن. تخافون ان یتخطفکم الناس یعنی خدا میفهمون منت گذاشتم سرتون، مسلمان شدید، قبلا یادتون نیست که تخافونن یا تخطفکم الناس، کاری کرده بودن در جاهلی با شما که با یکی دعوات میشد توی گرفتاری میافتادی، در یه اسارت میترسیدی ببرنت، زن تو، ناموس تو، دختر تو، میترسیدی از اینکه برو بایندت خودتو یا کس و کار تو. به برکت اسلام امنیت آمد. حاشیه باب 88 کتاب کامل الزیاره است، جای کتابم مهمه. فرمود ببین من وقتی 3-4 سالم بود مادرمو از دست دادم، خب دختر بچه‌ای که زهرای مرضی مادرش بوده گریه می‌کردم. ام ایمن خادم پیغمبر میومد منو دلداری میداد. دلداری رو ببین، مادر از دست داده، دلداری رو با شهادت سیدالشهدا میداده. یه چیزای راجب حسین ما میگفت، خیلی سنگین بود اینا، دوست نداشتم باور کنم، دلم هم نمیومد برم از بابام بپرسم، تا اینکه بابام امیرالمومنین ضربت خورد. وقتی ضربت خورد دیدم محتضر شد، انقریب شهید میشه 30 سال بعد. یعنی یه روزی رفتم و روز آخر کنارش نشستم، امیرالمومنینم چشماشو میبست، لحظات آخرش بود تقریبا، محتضر بود، دستشو گرفتم، چشماشو که باز کرد گفتم بابا اون میمن 30 سال پیش چیزایی راجع به حسین ما میگفت راسته، واقعا رخ میده. امیرالمومنین فرمود به من که حالا یکی زینب کبرا میگه، امیرالمومنین تعریف میکنه، امیرالمومنین فرمود بابا چی میگفت اون میمن؟ زینب کبرا تعریف میکنن، روزه‌ای که تو ذهن زینب کبراست شهادت سید و شهداست، اما امیرالمومنین غیرت خداست. او اشاره به جای دیگه میکن، فرمود چی میگفت ام ایمن؟ من عرض کردم بابا میگفتش که حسین ما رو بین دو نهر آب با لب تشنه. میگه تا من اینو گفتم برگشت به من نگاه کرد، فرمود تخافونن یا تخطفکم الناس، اینا کاری با شما میکنن که تشویش به دل بچه ها را بیفته.
بعد یه نگاه به من کرد. اینا رو زینب کبرا، حیف کلمه کوه، نمیدونم چه کلمی براش به کار ببرم. جبل صبر چیه نسبت به زینب کبرا؟ اینا رو داره به امام سجاد میگن، من میدونم جلوتر اینا میخوان چه کار کنن. نگران نباش، ما طی میکنیم مسیر رو. فرمود بابام به من گفت تخافونن یتخطفکم الناس، کاری میکنن بچه ها همش تو دلشون دلشوره بیفته. بعد یه نگاه به من کرد امیرالمومنین، فرمود یاز کنی به که و نساء اهلک، زینب جان دارم تو دخترها میبینم اون لحظه ای که حرامی انقدر نزدیک میشه که دستا رو به گردنها